بینندگان عزیز، خدمت همه شما سلام دارم. شهلا دانشور هستم، برنامه سازمانده رو خدمتتون تقدیم میکنم. خب این برنامه هست از کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری. در این برنامه ما در مورد چگونگی فعالیت با حزب، عضویت در حزب، عرصه های مختلف مبارزاتی و نقشی که اعضا و دوستداران این حزب میتونن توی این عرصه ها داشته باشن، نقشه که شما انسان های آزادی خواه و برابری طلب که این برنامه ها کانال جدید رو دنبال میکنید میتونید توی این عرصه ها داشته باشید، فراخوان های ما به شما، اینا مجموع موضوعاتی که ما همواره سعی کردیم پوشش بدیم. خب برنامه های هفته های اخیر ما ویژه گرامی داشته سالگرد خیزش آبان ماه. این برنامه از میون برنامه هایی که تدارک دیدیم در رابطه با خیزش آبان و زندانیان سیاسی است. اطلاع دارید که در خیزش آبان بیش از 8000 نفر از اعتراض کنندگان دستگیر شدن، تعدادشون حکم گرفته، تعدادشون وضعشون ناروشنه و شماری حتی احکام سنگین زندان گرفتن، 8 نفر اونها احکام اعدام بالا سرشونه. این وضعیت امروز مردم دادخواهن. در این برنامه با سهیلا دالوند از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی صحبت و گفتگو داریم. سلام میکنم سهیلا دالوند، خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید. منم سلام میکنم به شما و همکاران و همچنین بینندگان برنامه شما. تشکر میکنم. خب مستقیم میریم سراغ موضوعی که اشاره کردم، خیزش آبان و زندانیان سیاسی. چه فعالیت هایی رو در راستای کارزار برای آزادی زندانیان سیاسی و مشخصا بازداشت شدگان آبان ما، چه فعالیت هایی رو شما تو دستور گذاشتید؟ تو داخل چه کارهایی میشه تو این راستا انجام داد، به ویژه الان در آستانه سالگرد خیزش آبان؟ بفرمایید. ممنون از شما. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، میخوام یک گوشه اشاره کنم به گوشه ای از اعتراضات آبان ما و چرا اینکه این اعتراضات آبان ما برجسته است و به نظر ما از نظر کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی یک تفاوت اساسی با اعتراضات سالهای قبل از زمانی که جمهوری اسلامی سر کار اومده داره. همینجور که میدونیم ما شاهد بودیم که در 130 شهر در ایران در اعتراضات در آبان ماه گذشته اعتراضات وسیعی از مردم برپا شد. این اعتراضات مثل اعتراضات سالهای مثل 88، 96 و 97 نبودش. اعتراضاتی بودش که مردم شعار دادن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم و سرنگونی رژیم رو سر دادن. مردم با شعاراشون اعلام کردن که کلیت رژیم اسلامی رو نمیخوان و به همین دلیل و به این معنا اعتراضات آبان ماه با تمام اعتراضاتی که در سالهای قبل انجام گرفته تفاوت اساسی داره. همینجور که شما اشاره کردین، ما در این اعتراضات شاهد کشته شدن 1500 نفر که در بین این 1500 نفر 22 تا کودک جان باختن و بیش از 7000 نفر بازداشت شدن. خب کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که سالهای سال در این زمینه کار میکنه، ما تلاش کردیم که نه تنها صدای زندانیان سیاسی در سطح ایران باشیم، بلکه بتونیم صدای زندانیان سیاسی در سراسر جهان باشیم، بتونیم فشار بیاریم با انعکاس صداشون، با انعکاس اسمشون، با تصویرشون جامعه جهانی رو پشت این قضیه بیاریم و فشار بیاریم به جمهوری اسلامی که اینا رو آزاد کنن. خب خود کمیته از همون ابتدای اعتراضات آبان ماه کمپینی رو به نام کمپین صدای معترضین آبان ماه رو به راه انداخت و در این کمپین ما تونستیم با به دست آوردن تعدادی از عکس‌ها اسامیشون بتونیم رو به جامعه جهانی اعلام کنیم که چه کسانی دستگیر شدن و وضعیت اونها چی هستش. خب این فقط یک قسمت، تونستیم خود
کمیته با تماس هایی که با مجامع بین المللی، با سازمان های سیاسی، با سازمان حقوق بشر، با اتحادیه ها بتونیم این وضعیت رو انعکاس بدیم. خصوصا به طور خاص ما در هلند مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانی فعالینش تونستن وضعیت زندان ها، وضعیت اعتراضات و کشتار و بازداشته های عظیمی رو که در آبان صورت گرفت روی میز پارلمان اروپا خصوص مخصوصا در هلند قرار بده و توجه جهانیان رو به این مسئله جلب کنه. تونستیم با نامه ها و گزارش 20 صفحه‌ای که کمیته در این زمینه تهیه کرد به کشورهای مثل کانادا، انگلیس و سازمان حقوق بشری ارسال کنه که بتونیم فشار بیاریم در سطح جهان که این بازداشتگان رو آزاد کنن. البته این فقط یه قسمتی از کار بوده، ولی خب با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات آبان ما فعالین کمیته یک برنامه آنلاینی رو سازمان دادن که این برنامه روز یک شنبه 26 آبان که برابر 15 نوامبر میشه از ساعت 9 تا 11 شب وقت ایران و به وقت اروپای مرکزی 6:30 تا 8:30 به طور مستقیم از تلویزیون کانال جدید و مدیای اجتماعی کمیته مثل فیسبوک، تویترمون، یوتیوب و اینستاگرام پخش میشه. و از همینجا میخوام از شما بیننده این برنامه هستین و دارین تماشا میکنین، میخوام که به طور فعالانه در این برنامه شرکت کنین، چرا که اعتراضات آبان ما متعلق به تک تک ما هستش، متعلق به این جامعه معترض هستش که باید بیان و پشت این اعتراضات قرار بگیرن و از اون حمایت کنن. خب توضیحات به جایی دادید، شما گفتید که حمایت کنن، این حمایت ها تو چه اشکالی میتونه باشه، میدانی چه فعالیت هایی میتونن اونجا انجام بدن، فعالین سیاسی، آزادی خواهان و دوستداران این حس که در داخل ایران فعالیت میکنن، تو این زمینه چه تاکید و چه صحبتی دارید؟ بله، همینجور که در هم شما اشاره کردید و که ما بیش از 7000 نفر بازداشتی داریم، گذشته از این که ما 1500 نفر کشته دادیم و من از همینجا از همه کسایی که توی این اعتراضات بودن و درگیر این اعتراضات بودن مشخصات این عزیزان رو اعلام کنم. ما تعداد خیلی کمی از این بازداشته‌ها رو می‌شناسیم، اسمشون رو میدونیم، تصویرشون رو داریم، ولی ما میخوایم که این از مردم، از همه کسان، خصوصا خانواده زندانی های کسایی که عزیزانشون در زندان هستن پا پیش بذارن و اعلام کنن، چرا که جمهوری اسلامی تمام تلاشش اینه که اسامی اعلام نشه، مشخص نشه، چه به راحتی میتونه اینا رو سرکوب کنه و ما بارها شاهد بودیم که اجساد بازداشت شدگانی که در آبان ما انجام گرفته بود در رودخانه ها، در کنار جاده ها، در باغ ها پیدا کردن اجسادشون و این قدم مهمی هستش که خانواده ها، نیروهای سیاسی که در ایران هستند پا پیش بذارن و اسامی اینها رو اعلام کنن، سکوت نکنن و حتما رسانه‌ای کنن، همجوری که گفتم، چرا که با رسانه‌ای کردن اجازه نمیدیم که رژیم دست به انکار بزنه و با شکنجه و فشار جان این بازداشتگان بیشتر در معرض خطر قرار بده. دقیقا اینطوره، منم همراه با شما این فراخوان رو دارم، خطاب به بینندگان عزیز و خطاب به همه کسانی که این بحث رو دنبال میکنن. همین الان هم تحرکات ما میبینیم، شعار نویسی هایی که بر در دیوار هست، آبان ادامه دارد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و میشه اسامی زندانیان رو، پوستراشون و عکساشون همه جا نصب کرد، به ویژه هرچه سریعتر بیشتر نزدیک میشیم به سالگرد خیزش آبان ما. همینجور بیانیه دادن ها، الان بیانیه های از طرف خانواده های جنباختگان داده شده که میگن ما دادخواهیم، بیانیه های از طرف تشکل های کارگری، معلمان، بازنشستگان، فعالین دفاع از حقوق کودک و بخش های مختلف داده شده. من فراخوانم اینه که وسیعا به این بیانیه ها، به این فراخوان ها
به این کیفر خواستان بپیوندیم و امضاهامون پایمون بذاریم و به این ترتیب صدای بازداشت شدگان آبان ماه باشیم، صدای زندانیان و سیاسی باشیم، صدای اعتراض خانواده های جانباختگان آبان ماه باشیم و در سطح بین المللی الان گفتمان بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی جلو اومده. حتی در داخل ایران ما پژواک رو میشنویم، میبینیم بیانیه داده میشه مبنی بر تحریم سیاسی جمهوری اسلامی در سطح جهانی، خطاب به سازمان عفو بین الملل که میگه کافی نیست گزارش دادن، بلکه باید در سطح بین المللی تحریم سیاسی اعمال بشه و باید پاسخ بده جمهوری اسلامی. خب من به عنوان آخرین سوال از شما میخوام ببینم که بالاخره فراخوان شما و آخرین پیام شما به بینندگان این برنامه چی هست؟ من خب نکات خوبی رو اشاره کردین که من در صحبت ها میخواستم مطرح کنم ولی شما مطرح کردین. میخوام از مردم که از خانواده جان باختگان بازداشتگان حمایت کنن، در مراسمی که برپا میشه حتما شرکت کنن. خانواده جان باختگان باید دادخواهی کنن در مورد اینکه چگونگی عزیزانشون کشته شدن و به چه علت. بخش های جامعه باید با این اعتراضات، با این سالگرد یادآوری کنند جنایات حکومتی، حکومت که در یک سال گذشته انجام شده و خواهان محاکمه مسببین و عاملین کشته شدگان آبان ماه باشه. مردم و خانواده کشته شدگان باید هزاران اعتراضات تجمع اعتراضی برپا کنند، مراسم یادبود بگیرن و به هر نحوی که باشه باید این مطالبات و خواستهاشون رو فریاد بزنن. و همچنین من میخوام که کلیپ پر کنن، عکس عزیزانشون رو همینجوری که گفتی عکس عزیزانشون رو منتشر کنن، اسمشون رو منتشر کنن، چرا که نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی با حربه و دسیسه نام یاد این جان باختگان حتی کم رنگ بشه و باید اعلام کرد که نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم و آبان همچنان ادامه داره. دقیقاً اینجوره و الان یک جنبش قوی در ایران، جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی که هر روز سازمان یافته تر جلو میره، خانواده ها نقش مهمی تو این جنبش داشتن و اکتیویست های اجتماعی تو عرصه های مختلف و فراخوان ما به کسانی که این برنامه رو دنبال میکنن، به اعضا و دوستداران این حزب هست که انتظار داریم جلوی صف چنین حرکتی باشن و برنامه که اینجا سهیلا دالوند اشاره کرد، برنامه پخش مستقیم که ایشون گفتن یک شنبه تاریخ و ساعت دقیق شد، لطفا دوباره اینجا تکرار کنید که دوستان ما یادداشت کنن و این رو فراموش نکنن و آگهی اون رو همه جا در مدیای اجتماعی پخش بکنیم. بفرمایید این اطلاعات این برنامه رو یک بار دیگه در اختیار بینندگان ما بذارید. بله، روز یک شنبه 26 آبان ماه که برابر 15 نوامبر میشه، از ساعت 9 شب تا 11 شب به وقت ایران که به وقت اروپای مرکزی 6:30 تا 8:30 به طور مستقیم از تلویزیون کانال جدید و همچنین مدیای اجتماعی کمیته برگزار میشه و همینجا بار دیگه از همه شما عزیزان میخوام که در این برنامه شرکت کنید، چرا که آبان متعلق به تک تک ما و آبان باید ادامه داشته باشه تا آزادی تمام زندانیان سیاسی و سرنگونی جمهوری اسلامی که بجز سرکوب و شکنجه و آزار و اعدام برای مردم چیزی به ارمغان نیاورده. زنده باشید به شما عزیز و به کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. خسته نباشید میگم و تشکر میکنم که دعوت ما رو تو این برنامه پذیرفتید. ممنون از شما، ممنون از دعوت شما و به وقتی که در اختیار من گذاشتید. تشکر میکنم. خب صحبتهای ما رو با سهیلا دالوند دنبال کردید، تأکیدات ایشون رو شنیدید. از شما انتظار داریم وسیعاً با این برنامه همکاری کنید و با تو این عرصه فعال جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی باشید. با گسترش اعتراضاتمون در زندانها رو باز میکنید. اینجا یک کلیپی هست از شعارهایی که در آبان ماه سر داده شد و این کلیپ رو
اینجا پخش میکنیم و بعد لحظات پایانی برنامه در خدمتتون خواهم بود. آبان ادامه دارد، این شعاری که بر در دیوار میبینیم، این گفتمانی که در مدیا اجتماعی پره، این فضای کل جامعه است. جامعه داره منفجر میشه از فقر، از گرسنگی، از بیدرمانی، از بیمسکنی، از این شرایط جهنمی که جمهوری اسلامی به پا کرده. و این رو تو بیانیه‌هایی که از طرف بخش های مختلف کارگر، از طرف بخش های مختلف جامعه، از طرف خانواده ها داده میشه میبینیم. اینو در اعتراضات گسترده کارگری، در اعتراضات بخش بخش و این گوشه و اون گوشه این جامعه داریم میبینیم. این در جنبش عظیمی که در جامعه در جریان از علیه اعدام میبینیم و همینطور برای آزادی زندانیان سیاسی. و تو چنین فضایی که داریم از سالگرد خیزش آبان صحبت میکنیم. خود حکومت اسلامی وحشت کرده، میگه خیزش دیگه ای، نمیدونم فتنه دیگری، انقلاب گرسنگان، شورش گرسنگان، به هر بیانی داره این رو میگه. و این وضعیتی که میبینیم نشون دهنده شتاب جامعه به اون سوه. ادامه آبان یعنی گسترش اعتراضاتمون، ادامه آبان یعنی گسترش اعتصاباتمون، ادامه آبان یعنی برپایی تجمعات وسیع، ادامه آبان یعنی اعتراض به فقر، ادامه آبان یعنی اعتراض به اعدام، اعتراض به سرکوب، اعتراض علیه دستگیری ها و تلاش برای آزاد کردن زندانیان سیاسی و تمامی زندانیان. ادامه آبان یعنی که تو سطح بین المللی این جمهوری اسلامی رو کاری بکنیم که یک بایکوت تمام عیار سیاسی در قبالش اجرا بشه، همونطور که در قبال آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید نژادی صورت گرفت. و ما این رو تو دستورمون داریم و این رو باید صداش از داخل بلندتر و بلندتر بشه و این رو ما تو بیانیه و گفتمانهای داخل ایران هم میبینیم. اینها معنی ادامه آبان. ادامه آبان یعنی عملی کردن اون شعاری که جامعه در آبان ماه داد، جمهوری اسلامی نابود باید کرد. یعنی نابود میکنیم این حکومت رو، به زیر میکشیم این حکومت رو با همه بساط توخش و بردگی رو که به پا کرده، با بساط آپارتاید جنسیش، با زندان و دستگاه سرکوبش. از بیانیه ها صحبت کردم، خوبه به بیانیه های که از سوی تشکل های مختلف کارگری مثلا اخیرا به مناسبت آبان ماه داده شد، 13 نهاد و گروه و تشکل کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و فعالین دفاع از حقوق کودکان رو امضا کردن، جمله انجمن سنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان، سندیکای نقاشان البرز، دانشگاه خواجه نصیر تهران، اتحاد بازنشستگان، شورای همبستگی کارگری، گروه از فعالین و دانشجویان دانشگاه علامه تهران، گروه از فعالین دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران و همچنین گروه از فعالین و دانشجویان دانشگاه هنر تهران
گروهی از فعالین کارگری سقز، گروهی از فعالین لغو کار کودکان. در بخشی از این اطلاعیه خب شما میبینید که ضمن اینکه به سرکوب ها رو و اون چی که در آبان گذشته رو اشاره میکنه، در بخش پایانیش میگه ما مردم رو به تنگ آمده از فقر و گرسنگی و مخالف سرکوب، کشتار، شکنجه و اعدام، یاد جانباختگان آبان 98 را در اولین سالگرد قتل عامشان گرامی خواهیم داشت، چرا که این وظیفه ماست که راه معترضین آبان را ادامه داده و همراه خانواده های کشته شدگان دادخواه آنان باشیم. درود بر این عزیزان، وسیعاً باید به این حرکت و به این بیانی ها پیوست و هم صدا شد. همینجور خانواده های جانباختگان همونطور که گفتم بیانیه دادن در این راستا و در بخشی از بیانیهشون میگه که جانباختگان ما فریاد اعتراض همه ما مردم بودند که از فقر، گرسنگی، بی‌تأمینی و بی‌حرمتی به امان آمده ایم و در سالگرد از دست دادنشان یادشان را گرامی می‌داریم. ما مردم به خیابان آمدیم برای اینکه دیگر ادامه این وضعیت برای ما ممکن نبود و ممکن نیست. به خیابان آمدیم به خاطر اعتراض به گرانی، به فقر، به گرسنگی، به بیکاری و به بی‌مسکنی و به خاطر له شدن هر روزه حرمت انسانیت. به روی ما آتش کشیدید. بسیاری عزیزان ما را کشتید. خواست فوری ما معرفی و پیگرد عاملین و عاملین این جنایت است. به علاوه در آبان گذشته هزاران نفر جوانان و مردم معترض بازداشت و زندانی شدند. هنوز شماره بسیاری از آنان در زندانند. بعضن احکام سنگین و حتی اعدام گرفتند. ما خواستار آزادی فوری آنان و لغو احکام صادر شده برای این عزیزان هستیم. ما امضا کنندگان این نامه در سالگرد دست دادن جانباختگان با صدای بلند اعلام میکنیم که گلوله و زندان اعدام نمیتواند صدای حقهای ما مردم را ببرد. ما دادخواهیم. در آخر از همه مردم میخواهیم که همراه ما در این دادخواهی باشند. حق ماست که جمع شویم و یاد عزیزان ما را گرامی بداریم. دقیقا اینجوره. بپیوندیم به این خانواده و وسیعاً بپیوندیم. تمامی بازداشت شدگان باید آزاد بشن، اعدام ممنوع، اعدام باید متوقف بشه. سران این حکومت به جرم بیش از 40 سال جنایت باید محاکمه بشن. این حرف ماست، این تاکید ماست. امضاها مهدی فتحی، رضا سلمانزاده و که از خانواده جانباختگان آبان ما هستن، زهرا زاره سراج، محمود احمدی از خانواده جانباختگان آبان ما، مهداد بختیاری و آصف بختیاری بازم از خانواده آبان ما، فرنگیز مظلوم، مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، حوریه فرحزاده، برادرش جانباختی سال 88، رحیمه یوسفیان، خانواده جانباختگان آبان، مادر نوید بهبودی، خانواده جانباختگان آبان، مریم بیدابادی، خانواده جانباختگان آبان، ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، خانواده جانباختگان آبان، راحل رحمی پور، خواهر جانباخته دهه 60. درود به این عزیزان. ما کنار شما هستیم و صدای شما هستیم. خب وقت برنامه ما آخرین لحظه شد. تشکر میکنم که همراه ما بودید. با این برنامه همکاری کنید. عضو حزب کمونیست کارگری بشید. ارتباط بگیرید، ما در دسترسیم، شماره های تماس ما و ارتباط ما مرتبا اعلام میشه. وقت برنامه همونطور گفتم به پایان رسیده. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.